سلام خیلی خوش اومدیم به این درس امروز میخوایم راجع به دو تا موضوع صحبت بکنیم اولی خجولی کمرویی و کم حرفیه نمیدونم تا حالا پیش اومده بخواین یه حرفی رو تو جمع بزنید اما واقعا این حرفو نزده باشید یا بخواین از کسی یه چیزی رو درخواست بکنید اما بگید که نزشته ولش کن یا وقتی کسی به شما درخواستی رو میگه نتونید نه و رد بکنید یا مثلا بقیه پولتون رو میخواین از راننده تاکسی یا مغازه‌دار بگیرید و ی خود خجالت میکشید یا اینکه نگرانید بقیه دارن راجع به شما چه فکری میکنن اینا همه نمونه هایی از خجولی کمرویی و کمحرفیه که موضوع بسیار بسیار متداولی هست یعنی بسیاری از افراد از این خجولی رنج میبرن چرا به خاطر اینکه ما آموزش ندیدیم و زمانی که آموزش ندیده باشیم مغز ما رفتار درستی رو از خودش بروز نمیده اجازه بدیم براتون یه خود دقیق تر صحبت بکنم ما اگه بخوایم مغز رو خیلی خیلی ساده در نظر بگیریم همونطور که در تصویر میبینید دو قسمت وجود داره مغز داغ و مغز سرد مغز سرد مسئول خلاقیت حل مسئله فکر کردن تحلیل کردن و رفتارهای پیشرفته انسانیه و مغز داغ مسئول هیجانات، احساسات، تکانش و چیزهای از این دسته خب زمانی که ما خجالت میکشیم مغز سردمون خاموش میشه و مغز داغمون فعال میشه و خجالت میکشیم و سعی میکنیم حرف نزنیم احساساتمون میاد بالا یه خورده به هم احساس ترس، نگرانی، خجالت و احساسهای مختلف رو تجربه میکنیم و آخر سر کار درست انجام نمیدیم و حالا من میخوام به شما تکنیکی رو یاد بدم که چطور میتونید از پس این موضوع بر بیاید اسم این تکنیک هست حساسیت زدایی نظاممند یعنی چی یعنی مغز من از یک رویدادی میترسه قسمتی از مغز من هستش که نسبت به صحبت در جمع حساسه نسبت به اینکه من بیام تو جمع مثلا یک حرفی رو بزنم حساسه اینکه من بیام درخواست بکنم نکنه به من نه بگن به خاطر این کار رو شروع نمیکنم اینکه بقیه راجب من چی فکر میکنن الان لباس من چطوریه الان نمیدونم راجب قیافه من چه نظری دارن الان راجب این ویدیوی من چه فکری میکنن همه اینها نمونه های از خجولیگری هستش خب مغز ما از این اتفاق ها میترسه و ما باید چیکار کنیم ما باید کاری بکنیم که مغز متوجه بشه واقعا این موضوع ترسناک نیست و حساسیت زدایی کنیم حساسیت این موضوع رو از مغز جدا بکنیم واسه این براتون یه مثال بزنم چه غذایی رو دوست دارید اون غذایی که دوست دارید و اگه هر روز سه وعده غذایی بخورید قطعا بعد از یه مدت اون لذت رو تجربه نخواهید کرد چرا چون حساسیت زدایی میشه و علاقه شما کم میشه حالا بیایم رو ترس هامون همین کار رو انجام بدیم ما در دوره هامون از جمله دوره شهامت این موضوع رو آموزش میدیم به چه صورت میگیم که بیاین یک برنامه درست بکنید و دقیقا از چیزهایی که براتون سخته شروع کنید مثلا یکی از تمرین این هستش میگیم صبح ساعت 6 صبح یه تراول 50000 تومانی وردارید بگیرید دستتون و شروع کنید برید مغازه های مختلف و بگید میشه این پولو خورد کنید معلومه اون ساعت بسیار از افراد قبول نمیکنن و شما عمدن میرید که نبشنوید و این کمک میکنه که در ادامه از درخواست کردن در جاهای مهمتر نترسید و بتونید درست و حرفه‌ای کار رو پیش ببرید یا تمرین دیگه این هستش که مثلا ما به دوستان میگیم بعضی خود خجالتی هن. میگیم توی خیابون شلوغ که البته مواظبید به کسی نخورید عقب عقب راه برید تو خیابون اه آقای برانپور زشت نیست دقیقا میخوایم ببینید که چه اتفاقی میفته و اجازه بدین خودتون رو در معرض خجالت قرار بدیم که کلی از این تمرین ها رو توی دوره شهامت با حدود هزار خورده نفر تمرین کردیم و واقعا نتایج فوق رو دیدیم پس این قسمت اول بحث خجولی میشه اما بریم سراغ یک مشکل خیلی بزرگ تو کشورمون به نام نگفتن مثلا وقتی کسی از شما میخواد که یه خود به من پول قرض میدی یا یکی میگه ماشین تو میشه به من بدی یا نه میشه مثلا ما بیایم خونتون یا ما داریم میایم خونتون یا شما بیاین خونمون یا وقتی که یکی بهمون به مثلا سیگار تعارف میکنه و ما سیگاری نیستیم مخصوصا برای نوجوانها و جوانها دارم میگم و خیلی چیزای دیگه خیلی از ما نمیتونیم نه بگیم سختمونه که توی جمع وقتی یه کسی یه چیزی به ما میگه چه تو جمع چه تو فضای شخصی بگیم نه خیلی متشکرم و نگفتن برامون عذابه پول ندارم ها ولی از من پول قرض میخواد و نه نمیتونم بگم مجبورم قبول کنم و بعد با اینکه خودم مشکل مالی دارم به یکی دیگه پول قرض میدم و میدونم هم اون آدم پولو پس نمیده و شش ماه بعدم دنبالش میفتم میگم چی شد میگه حالا چقدر پول قرض دادی آخر سر میشه چرا چون مهارتی به نام نگفتن رو بلد نیستیم چرا این نگفتن اینقدر سخته چرا یه جوری میشه یه ذره سیستمون به هم میریزه به خاطر این هستش که بسیار از ما فکر میکنیم وقتی نبگیم دیگه بقیه ما رو ترد میکنن و تو فرهنگمون اینه که اه زشته نکن تو بچگی بهمون همون گفتن که اسباب بازی رو بده به بقیه مثلا دوستت اگه دوستت اسباب بازی رو میخواد میگرفت مامانت میگفت بیا عزیزم استفاده کن بازی کن و ما احساس کردیم که خب باید دائما به بقیه بگیم بله تا بچه خوبی باشیم اگه بوست نمیدادیم به امو امو میگفت بچه بعد دیگه دوستت ندارم و همه ما احساس کردیم هر بار نشنیدن یعنی اینکه من آدم بدی هستم پس سعی میکنیم به دیگران هم نه نگیم و برامون خیلی سخته مخالفت با دیدگاه دیگران یعنی ما رو دوست ندارن خب حالا باید چیکار بکنیم؟ من میخوام به شما یک فرمول خیلی قشنگ، ساده و راحت در مورد نگفتن رو بگم بریم با هم نگاه کنیم این فرمول چه گام هایی داره فرمول نگفتن چهار گام داره اولین گام اینه که باید اصلا تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم و تصمیم بگیریم دومین گام مربوط میشه به همراهی اولیه سومین گام گفتن نه و بیان دلیلش و چهارمی ارائه راهکار هست حالا اجازه بدین این رو به صورت کاملا عملی با هم بررسی بکنیم مثلا دوستی میاد به من میگه که پیام میتونی به من 7 میلیون تومن پول قرض بدی خب من اول باید به خودم تصمیم بگیرم آیا دوست دارم پول قرض بدم یا نه میگم دوست دارم پول ندارم یا پول دارم این پول رو باید برای خانوادم بذارم یا بخوام سرمایه گذاری کنم یا این آدم بعد قوله هر چیزی به این جنبندی میرسم که نه نمیخوام این کار انجام بدم گام اول یه خود باش همراهی میکنم میگم که آره علی واقعا شرایط سخت شده آدم هفت میلیون که واقعا پول زیادی نیست ولی واقعا همین خیلی میتونه کار آدم رو بندازه حالا بر چه کاری میخوای حالا یه سوالی میتونیم بپرسیم یک همراهی اولی که یه مرتبه نه نگیم بعد اون میگه مثلا میخوام فلان چیزو بخرم انقدر پول کم دارم یا اینجا به مشکل خوردم و بعد دوباره یه همراهی میکنم مثلا میگه پول پیش خونه میگم آخ, آخ اجاره رو میبرن بالا یا پول پیشو میبرن بالا خیلی سخته خورده همراه میشم و بعد گام بعدی باید به شخص نه رو بگم و دلیلش رو بگم بگم علی جان ولی متاسفانه من نمیتونم این پول رو به شما بدم به خاطر اینکه خودم الان درگیری فضای سرمایه گذاری هستم و واقعا شرطم خیلی سخت همین الان امکانش رو ندارم اینجا دروغم هم نمیگیم لازم نیستم باز کنیم به خدا و مریضم و حضرت عباس اینطوریه نه خیلی راحت میتونیم کار رو انجام بدیم فقط بگیم که یک مسئله ای دارم و راه یه راهکار پیشنهاد میدیم مثلا ممکنه بگم درسته که من حاضر نیستم به پول بدم اما حاضرم زامن بشم بگم ببین ولی اگه خواستی جایی وام بگیری من به عنوان زامن روم حساب کن اگه میخوام زامن بشم و اگه نمیخوام که هیچی میبینید خیلی راحت تره تا اینکه یه مرتبه بگیم نه پول بهت نمیدم ولی اینطور یه همراهی میکنیم بعد نه رو میگیم دلیلمون رو میگیم و بعد راهکار ارائه میکنیم اون وقت نه خیلی راحت تر اتفاق میفته حالا فکر میکنید نگفتن رو یاد گرفتین به جرأت میگم خیر بعد اینو بارها تمرین کنید تو ذهنتون همین الان دو تا مثال بسازید ببینید کجاها نگفتن براتون سخت بوده و سعی کنید از این فرمول استفاده کنید چهارگام گام رو بردارید و نتیجهش رو ببینید و فکر میکنم الان متوجه یه موضوعی شدید خجولیگری و مهارت نگفتن تو جمع مهارت خیلی خیلی کلیدی هستش که ما تو کشورمون یاد نگرفتیم کشور ما ما رو خیلی خجالتی پرورش داده اینکه حرفمون رو مستقیم نمیزنیم تو جمع اون چیزی که باید رو نمیگیم خیلی سخت بهمون به نبگیم که بخوایم حقمون رو بگیریم برامون خیلی سخت و نشدنی به نظر میرسه معذب میشیم و خیلی چیزهای دیگه و خیلی خوشحالم که به چند هزار نفر آموزش های مربوط به شهامت یعنی رفع خجالت کمرویی و خجولی رو ارائه کردم و افراد نتایج فوق گرفتن بهتون حتما 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 پیشنهاد میکنم که به لینک پایین مراجعه کنید و فیلم معرفی این دوره رو ببینید یه تکنیک خیلی مهم راجع به دو قسمت مغز گفتم و حتی اگه نمیخواین دوره رو تهیه کنید حتما دیدن این فیلم میتونه به شما ایده های خیلی خیلی خوبی بده با ما همراه باشید